حکایت جوهی که چادر پوشید و در وعظ میان زنان نشست و حرکتی کرد زنی او را بشناخت که مرد است نعره ای زد واعظی بود بس گزیده در بیان زیر منبر جمع مردان و زنان رفت جوهی چادر و روبند ساخت در میان آن زنان شد ناشناخت سایلی پرسید واعظ را براز موی آنه هست نقصان نماز گفت واعظ چون شود آنه دراز پس کراهت باشد از وی در نماز یا به آهک یا ستره بسترش تا نمازت کامل آید خوب و خش گفت سابیل آن درازی تا چه حد شرط باشد تا نمازم کم بود گفت چون قدر جوی گردد به طول پس ستردن فرض باشد ای سؤول گفت جوهی زود ای خواهر ببین آنه من گشته باشد این چونین بحر خوشنودی حق پیش آب دست کان به مقدار کراهت آمده است دست زن در کرد در شلوار مرد کیر او بر دست زن آسیب کرد نعره ای زد سخت اندر حال زن گفت واعظ بر دلش زد گفت من گفت نه بر دل نزد بر دست زد وای اگر بر دل زدی ای پر خرد بر دل آن ساحران زد اندکی شد عصا و دست ایشان را یکی گر عصا بستانی از پیری شها بیش رنجت کان گروه از دست و پا نعره لازیر برگردون رسید هین ببر که جان ز جان کندن رهید ما بدانستیم ما این تن نیم از ورای تن به یزدان میزیم ای خنک آن را که ذات خود شناخت اندر آمن سرمدی قصری بساخت کودکی گریت پی جوز و مویز پیش عاقل باشد آن بس سهل چیز پیش دل جوز و مویز آمد جسد طفل کی در دامنش مردان رسد هر که محجوب است او خود کودک است مرد آن باشد که بیرونش شک است گر بریش و خاویه مردستی کسی هر بزی را ریش و مو باشد بسی پیشوای بد بود آن بز شتاب میبرد اصحاب را پیش قصاب ریش شانه کرده که من سابقم سابقی لیکن به سوی مرگ و غم هین روش بگزین و ترک ریش کن ترک این ما و من و تشویش کن تا شوی چون بوی گل با عاشقان پیشوا و رهنمای گلستان کیست بوی گل دم عقل و خرد خوش قلاووز ره ملک ابد